48 در همین ایران. آقا رئیس جمهور اسبق گفت کسانی که قرآن آتش زدن روز عاشورا پرچم امام حسین رو آتش زدن نیروهای امنیتی بودن. آقا دلیل از اون روشن‌تر چرا با این دلیل بازم داری فریب می‌خوری؟ میگه قرآن رو مخالفان حکومت آتش زدن. مطالبات دارن مردم. آیا در آبان 98 هم که اعتراض کردن به قیمت بنزین اونجا هم ضد دین ها بودن؟ ضد قرآن ها بودن؟ ضد حجاب ها بودن؟ آیا کشاورزانی که در کف زاینده رود اصفهان خوابیدن و نشستن و اتفاقا شما فیلم هاش هم دیدید موکب ها اومدن، موکب های واقعی آمدن خیمه زدن، بلندگوها و دیگهای خود هیئت ها و مواکب رو آوردن گذاشتن به معترضین قضا دادن و کاملا مسالمت آمیز بود و آمدن اینها را به رگبار گلوله های ساچمه‌ای بستن و چشم در آوردن، چشم کشاورزا رو در آوردن از حدقه. اینها هم ضد دین بودن، اینها هم ضد قرآن بودن، اینها هم ضد حجاب بودن. آقا یک کسی به نام سردار همدانی که رفت از حکومت بشار اسد حمایت کنه همونجا زدن کشتنش. خود ایشون آقا مستنداتش هست، میگه ما در فتنه 88 10000 نفر از اراذل و اوباش رو سازماندهی کردیم و این فتنه رو جمع کردیم. خب اراذل و اوباش چه میکنن؟ میان وسط خیابون نماز جماعت میخونن؟ میان اونجا میشینن ختم عمه یجیب میگیرن؟ چه میکنن اراذل و اوباش؟ اراذل و اوباش غیر از این است که بانک آتیش میزنه که بگه معترضان زدن، غیر از اینه که حمله به اموال عمومی میکنن تا اینکه بگن معترضان کردن، تا بهانه به دست نیروهای رسمی فرم پوشیده و یگانهای ویژه بده که سرکوب کنن که ای وای اومدن به اموال عمومی تعرض کردن و اگر ما جلو اینا رو نگیریم تمام اموال عمومی رو نابود میکنن.